معرفی تیم بسکتبال آمریکا برای المپیک 2024 در این ویدیو تیم بسکتبال آمریکا برای المپیک 2024 پاریس رو بررسی میکنم و نگاهی دارم به بازیکنان این تیم رویایی سلام شهریار حکیمی هستم یه قسمت دیگر ویدیو اسپورتس ویسپره توی این ویدیو میخوام تیم بسکتبال آمریکا برای المپیک 2024 رو معرفی کنم تیمی که روی کاغذ که قوی ترین تاریخ آمریکاست بریم یه ذره بیشتر با این تیم آشنا بشیم بسکتبال آمریکا توی المپیک با اختلاف قدرتمندترین و پر افتخارترین تیم تاریخ مسابقات به شمار میره خب نیازی به گفتن نیست که خب بسکتبال از خود آمریکا اومده از ورزش های اصلی این کشوره و بهترین بسکتبالیست های دنیا همواره از آمریکا بودن بسکتبال آمریکا 19 دوره توی المپیک شرکت کرده که توی تمام دوره ها به مدال رسیده و 16 بار قهرمان شده 1980 خب به دلایل سیاسی کلا آمریکا شرکت نکرد اون سه هم که قهرمان نشدن برمیگرده به 1972 1988 و 2004 تا قبل از المپیک 1992 بازیکنه هرفهی اجازه نداشتن توی بسکتبال المپیک شرکت کنن و مثلا آمریکا بازیکنه کالج بسکتبال و همون NCAA رو میفرستاد البته باید این هم بهتون بگم که خب کشورهای دیگه همچین این قانون رو رعایت نمیکردن مثلا شوروی مثلا یوگسلاوی به نوعی دور میزدن میگفتن مثلا این بازیکنهای ما آماتورن در حالی که بازیکنها داشتن تو لیگ خودشون بازی میکردن ولی خیلی زوم روی NBA بود به خاطر اینکه خب بزرگترین لیگ بسکتبال دنیا بود و بازیکنهای NBA نمیتونستن توی بسکتبال المپیک شرکت کنن توی المپیک 1988 آمریکا سوم شد که تا اون موقع بدترین نتیجه آمریکا توی بسکتبال المپیک به شمار میرفت دقیقا همون دوره ای هم بود که احتمالا میدونید مجیک جانسون و لریورد از بهترین ها بودن مایکل جوردن اسمی شده بود و دیگه داشت رسما تبدیل به بهترین بسکتبالیست جهان میشد و کلا واسه آمریکا خیلی زور داشت که توی یه همچین دوره ای با اینکه حالا بازیکنای کالج و فرستاده بود ولی قهرمان نشه خب حالا چی شد دیوید استرن که کمیسیونر NBA بود خیلی فشار آورد به فیبا که این چه داستانیه ما بهترین بسکتبالیست های دنیا رو داریم ولی نمیتونیم بریم توی المپیک شرکت کنیم و اینا نمیتونن برن توی المپیک خب ببینید بسکتبال مثل فوتبال نیست مثلا فوتبال از وقتی که جام جهانی روز شد المپیکش زیر سایه رفت مثلا ژول ریمه که رئیس فدراسیون فوتبال بود خیلی فشار آورد که اصلا یه دوره که فوتبال توی المپیک نبود بعدش گفتن بازیکن های حرفه ای نباید برن و به همین دلیل جام جهانی فوتبال خیلی ارزشش رفت بالاتر از مثلا فوتبال توی المپیک ولی برای بسکتبال این شکلی نیست جام جهانی بسکتبال واقعا خیلی کشورها آنچنان به چشم یه چیز فوق العاده بهش نگاه نمیکنن خود آمریکا اکثرا با ستاره اصلیش نمیره و به همین دلیل المپیک همواره بهترین و میتونم بگم مهمترین تورنمنت بسکتبالی ملی به شمار میره بعد از اینکه دیوید استرن با فیبا صحبت کرد و فشار آورد قرار شد که توی جام جهانی 1992 بالاخره بازیکن ان بتونن شرکت کنن آمریکا هم دیگه تقریبا با 95 -6 درصد قدرتش رفت شاید به جز یکی دو تا بازیکن بتونیم بگیم که بهترین های ان بر از جمله مایکل جوردن و مجیک جانسون و چارلز باکری و لری برد و کارل ملون و خیلی ترکیب قدرتمندی برد و از اون موقع دوباره قدرت آمریکا توی بسکتبال المپیک شروع شد بعد از چند دوره قهرمانی توی 2004 آمریکا خیلی ترکیب جوونی و برو ترکیبی که خیلی هاشون اصلا روکی های NBA بودن مثل لبران جیمز و کارملو انتونی و دوین وید و اینا خیلی ترکیب جوونی بود توی المپیک 2004 هم سوم شد که مشترک با 1988 بدترین نتیجه بسکتبال آمریکا توی المپیک بعد از 2004 دوباره زیرو رو کردن از مدیر فنی بگیری تو از مربی و کلا عوض کردم ماک ششفسکی اومد و از اون موقع به بعد آمریکا همچنان توی المپیک داره قهرمان میشه و بعد از 2004 دیگه نباخته ولی این بین آمریکا اصلا جام جهانی رو جدی نمیگیره خیلی دورا قهرمان شدن اینو پر افتخاردن. این تیم تاریخ جام جهانی هم هستن ولی معمولا بازیکنه NBA خیلی به زور میرن توی جام جهانی چون واقعا جام جهانی واسهشون مهم نیست و معمولا آمریکا با ترکیب سوم چهارم و بعضا حتی با ترکیب پنجم ششم خودش رفته توی جام جهانی بسکتبال و این عاملی شد که در دو دوره اخیر بسکتبال آمریکا توی جام جهانی خیلی نتیجه ضعیفی گرفت توی سال 2019 که اصلا یه ترکیب خیلی ضعیفی بردن حتی به نیمه نهایی هم نرسیدن در مجموع هفتم شدن ولی اون موقع زیاد سر صدا نکرد چون واقعا ترکیب خیلی ضعیف بود گفتن و گفتم ما میایم و المپیکو قهرمان میشیم توی جام جهانی 2023 بسکتبال ترکیب آمریکایی زر بهتر شد ولی بازم خیلی جوان بود و این دفعه تو نیمه نهایی رفتن به آلمان باختن ولی بعدش تو رده هم به کانادا باختن و چهارم شدن ولی این باخت خیلی فرق داشت با باخت 2019 2023 دوره ای بود که چندین بازیکن بین المللی و مخصوصا اروپایی خیلی سر کرده بودن می اومدن می‌شدند، میشدن قهرمان میشدن و حالا صحبتش بود که میگفتن بهترین ستاره های دیگه صرفا از آمریکا نیستن بسکتبال داره جهانی میشه NBA. داره میره دست اروپایی و بازیکن بین المللی و همین شد که آمریکا خوششون نیامد دقیقا بعد از باخت به آلمان بود که خیلی شایعه ها داغ شد که آمریکا میخواد واسه المپیک 2024 با یه ترکیب رویایی وارد بشه و خیلی ها گفتن که شاید امثال لبران جیمز و استفن کری بیان تو توی المپیک شرکت کنن تا ثابت کنن که نه آقا داستان این شکلی نیست و آمریکا همچنان قدرت اول بسکتبال دنیاست این شایعه ها خیلی سریع تبدیل به واقعیت شد لبران جیمز تایید کرد که با یه سری از بازیکن ها صحبت کرده و میخوان توی المپیک 2024 با قدرت شرکت کنن رفته رفته بازیکنه بیشتری میگفتن استفکری میگفت من میام انتین دیویس میگفت من میام کوین دورند که خودش تو سه دوره اخیر قهرمان شده و اگر توی 2024 هم قهرمان بشه به تنهایی بالاتر از کارملا انتونی میشه پر افتخار بازیکن بسکتبال المپیک اونم گفت من میام و دیگه همینطوری شد که این تیم رویایی 2024 شکل گرفت حالا من میخوام در رابطه با بازیکنهای آمریکا توی المپیک 2024 با شما صحبت کنم خب میدونم بچههایی که NBA دنبال میکنن اهل بسکتبال هستن تمام این بازیکنها رو میشناسن چون خیلی هاشون که از بهترین تاریخ بسکتبال به شمار میرن خیلیشون تو اون تیم 75 سالگی NBA هم بودن ولی من فرض رو بر این میگیرم یه سریو شاید بخوام صرفا المپیک رو دنبال کنن زیاد اهل دنبال کنن NBA نیستن یا تازه ورود کردن به دنیای بسکتبال و شاید یه سری رو نشناسن من بازیکن‌ها رو به شما معرفی میکنم خیلی مختصر میگم این بازیکن‌ها کی هستن چند سالشون رو چه تیمی بازی میکنن تا ببینیم که این تیم رویایی که شکل گرفته بازیکناش به چه شکلی هستن خب نمیشه از این تیم صحبت کنیم و نفر اول اسم لبران جیمز رو نبریم جیمز 39 ساله موسن تایم بازیکن NBA و قاعدتا الان موسن تایم بازیکنی که توی تیم ملی آمریکا شرکت کرده عضو لس آنجلس لیکرزه در رابطه با افتخاراتش که بخوام بگم باید چند تا ویدیو جدا بسازم چهار بار MVP، چهار بار قهرمانی، چهار بار فاینالز MVP بیشترین امتیاز در تاریخ NBA به سال اولش توی تمام دوران هرپیش تو تیم منتخب فصل و توی آلستار بوده که جفتش یه رکورد لبران جیمز سه تا المپیک شرکت کرد 2008 و 2012 رو قهرمان شد و الان اگر قهرمان بشه سومین مدال المپیکش میگیره نفر بعدی میرسیم به استفن کری استفن کری 36 ساله که در کمال تعجب اولین باری که در المپیک شرکت میکنه استفن کری تو جام جهانی بسکتبال بوده ولی هیچ وقت توی المپیک شرکت نکرده به باور بسیاری اصلا ادعای دروغی نیست بگیم بهترین شدزن تاریخ بسکتبال ترکیب استفن کری با لبران جیمز فوق العاده میشه استفن کری تمام دوران حرفه شده دوی گلدن استیت سپری کرده و چهار بار قهرمان شده دو بار ام شده تنها بازیکن تاریخ ان که با تمام آرای ممکن ام شده میرسیم به کوین دورنت یکی از بهترین امتیازآورهای تاریخ بسکتبال کسی که بهتون گفتم تو سه دوره اخیر المپیک بوده سه تا طلا گرفته که به همراه کارملو انتونی بیشترین طلای المپیک تو بسکتبال در بخش مردانه و اگر الان قهرمان میشه به تنهایی به پو افتخارات این بسکتبال مرد تاریخ المپیک تبدیل میشه کوین دوران در حال حاضر در فینیکسانز بازی میکنه 35 سالشه و قطعا اونم یکی از های تاریخ بسکتبال به شمار میره نفر بعدی میرسیم به انتونی دیویس 31 ساله هم تیمی لبران جیمز در لس آنجلس لیکرز این دومین دوره که انتنی دیویز شرکت کرده دوره اولش سال 2012 بود و جالبه بدونید که اون موقع تازه درفت شده بود به NBA و حتی یک بازی هم انجام نداده بود ولی توی تیم المپیک آمریکا حضور داشت داستانش هم اینه که از سال 1992 که باز حرفه هرفهی تونستن وارد بشن آمریکا یه تصمیم گرفتن یه حرکت نمادین و سمبولیک انجام بدن و گفتن ما تا دوره قبل باز کالج وارد می شدن پس بیام یه بازیکن کالج هم تو این دوازده تا بیاریم و که مثلا یاد گذشته رو به نوعی زنده کنیم و به این شکل که توی یه سری از دوره ها بجز بازیکن ام یه بازیکن کالج هم می اومد و 2012 هم همینطوری شد دیویس تازه درفت شده بود بازی توی NBA نکرده بود ولی اومد و مدال طلا گرفت و الان هم دومین دوره که توی المپیک شرکت میکنه میرسیم به جیسن تیتم 26 ساله تیتم به تازگی با بوستون سلتیکس قهرمان شده و خب دیگه به بزرگترین افتخار که یک بازیکن توی NBA میتونه برسه رسیده تیتم یکی از چهار بازیکنی که توی دوره قبل المپیک یعنی المپیک 2020 هم شرکت کرد و مدال طلا گرفت و الان به دنبال دومین طلای المپیکشه نفر بعدی خیلی جالبه جو امبید سی ساله بازیکن فیلادلفیا 76 سیکسرز. امبید خیلی تعجب میکنن که چرا توی تیم ملی آمریکا حضور داره بخاطر اینکه امبید کامرونیه و امبی چند وقت پیش شهروندی فرانسه هم گرفت و اینطور که رئیس فدراسیون بسکتبال فرانسه ادعا میکنه امبید قول داده بود که برای تیم ملی بسکتبال فرانسه بمیدون بره ولی یه سری اتفاقا افتاد شهروندی آمریکا هم گرفت خودش ادعا کرد که به اینکه پستش توی آمریکا به دنیا آمده دوست داره که بیاد برای آمریکا بازی کنه و به این شکل یه بازیکن کامرونی که حتی برای فرانسه بازی کنه اومده حالا برای آمریکا میخواد بازی کنه و اولین دوره ای هم هست که توی المپیک حضور داره دیوین بوکر بازیکن 27 ساله فینیکس دومین دو بازیکنی که توی دوره قبل بود و مدال طلا گرفت و الان مثل جیسن تیتم اومده که دومین دو تلاش هم بگیره بوکر هم یکی از بهترین بازیکنهای فعلی NBA یکی از بهترین امتیاز آورای توی فاز حجومی فوقلاده است و ببینیم که میتونه دومین دو تلاش اولمپیکش هم بگیره یا نه صحبت بازیکنهایی شد که تو دوره قبلی حضور داشتم میرسیم به جرو هالیدی 34 ساله هم تیمی جیسن تیتم توی بوستون سلتیکس خیلی خیلی بازیکن و همچنین تیل به عنوان مدیر بسکتبال آمریکا فشار آوردن که جورو هالیدی حتما توی ترکیب آمریکا و المپیک 2024 باشه بخاطر اینکه یکی از بهترین مدافع های پیرامونی بسکتبال به شمار میره توی انمی واقعا کارش فوق العاده است وقتی توی میلواکی باکس بود تاثیر زیادی در قهرمانی این تیم داشت و حالا به همراه سلتیکس هم تونست دومین رو بیاره و الان برای دومین دوره متوالی تو المپیک شرکت کرده به امید اینکه یه طلای دیگه هم به کارنامهش اضافه کنه لبران جیمز موسن بازیکن این ترکیبه با 39 سال میرسیم به جوان که ادواردز با 22 سال ادوارز از بازیکنایی که توی جام جهانی 2023 بود و به نوعی میتونیم می بگیم ستاره آمریکا تو اون تیم بود و استیو کر تصمیم گرفته که توی المپیک هم بیاد خب اولین دورش تا حالا توی المپیک شرکت نکرده یه ران فوقلاده تو پلی آف 2024 NBA داشت که باز شد خیلی ها بگن این بچه مایکل جوردن و یه همچین مقایسه های جالبی داشته باشند و الان هم به نظر میرسه تو این ترکیب نقش مهمی داشته باشه انتنی ادوارز که توی مینسه تیمبر وولز بازی میکنه یه بازیکن جوان دیگه این ترکیب تایریس هلیبرتن گارد ایندیانا پیسرز که اونم توی پلی آف درخشان بود کلا فصل درخشانی رو داشت بیشترین میانگین اسیست رو داشت توی فصل 2023-2024 NBA و خب این ترکیب تا اینجا که بهتون گفتم علاوز گارد و اینا شاید زیاد بازیساز نبودم ولی با آوردن هلیبرتون امیدوارن که یه گارد بازیساز بتونه گردش توپ فوقلادهی ای تو این ترکیب به وجود بیاره بم آدبایی 27 ساله عضو میامه هیت که توی دوره قبلم حضور داشت و تونست با آمریکا به مدال طلای المپیک برسه آدبایی توی هیت اکثرا پست پنج داره بازی میکنه ولی اینجا دیگه خیالش شاهده که دیویس هست امبید هست و احتمالا به عنوان پست چهار بازی کنه و میتونه تاثیر زیادی در قهرمانی احتمالی آمریکا و کسب دومین مدال طلای المپیکش داشته باشه در رابطه با بازیکن آخر هم اگه بخوام بهتون بگم قرار بود که وای لنرد این بازیکن باشه لنرد که میتونیم بگیم اگر بود لحاظ افتخار و لحاظ بزرگی احتمالا چهارمین بازیکن موفق این ترکیب میشد لنرد حتی توی اردوی آمریکا توی لاس هم شرکت کرد ولی یهویی یه اومدن گفتن که آمادگی کامل نداره مصدومه و با لس آنجلس کلیپرز که تیمش هست گفتن مشورت کردن و کوال لنرد اردوی آمریکا رو ترک کرد شاید یه ذره باعث شد که این ترکیب از اون قدرت و رویایی بودنش یه ذره کمتر بشه چون واقعا اگر که والنرد میومد میتونیم بگیم بهترین های اخیر رو این نسل حضور داشتن تو این تیم که والنرد اول اولمپیکش بود تالو توی اولمپیک شرکت نکرده ولی بله خب مستوم شد و رفت و جایگزینش درک وایت سی ساله شد کسی که توی بوستون سلتیکس واقعا العاده است الان باعث شده که سلتیکس سه تا بازیکن داشته باشه هم تیتم از سلتیکس هم جرو هالیدی و هم دریک وایت خب این تصمیمی که دریک وایت رو آوردن اینه که فقط اسم نیاریم به این ترکیب یه بازیکن بیاریم که هم توی امتیاز خوب باشه و مخصوصا توی دفاع قوی باشه و این نشون میده استیو کر که گفته بعد از المپیک هم میخواد از تیم ملی آمریکا بره مصممه که با یه ترکیب قوی و منسجم وارد پاریس بشه و طلای المپیک رو برای کشورش به بر بیاره خب این یه چیز کلی در رابطه با تیم رویایی 2024 بود تیمی که هنوز بازش توی المپیک شروع نشده ولی خب روی کاغذ و همیشه آمریکا مدعی اول دیگه الان با این ترکیبی که بازیکنه همچون لبران جیمز استفن کرو کوین دورن داره واقعا چیزی جز مدال طلا نمیتونه آمریکایی‌ها و کلا مخاطبای بسکتبال رو راضی نگه داره بازی کنم براتون معرفی کردم اگر سوالی چیزی بود حتما توی کامنت مطرح کنید و حتما به من اینم بگید که این تیم رویایی و بین تمام تیمای تاریخ آمریکا در چه رده ای قرار میدید امیدوارم از این ویدیو راضی باشید تا ویدیوهای دیگه